حالا نیکیتا هم بلند شده برای ما نمادهای شیطان پرستی استفاده میکنه تو آهنگ جدیدش. روزی روزی فانتوم تهران تو مونته کارلو جام میشیم تو فالکون. دیگه یعنی واقعا کفگیر شیطان پرستا اینقدر تهدیک خورده که مثلا تو رو بیارم بابا، یه زمانی داوینچی بود میگفتن، نیوتونت نمیدونم، میخوای مسخره شون کنی. برادرای فریمیسن هم، دوستان ایلومیناتی هم حرمت دارن برای خودشون، خوبه اونا هم بیان مقدسات شما رو مسخره کنن. به قول آقای سندی تشویق میکنن شما رو تو وبسایت ها اینا. شما اگه میخوای واقعا موزیک کار کنی، اون سمپل آقای مهراد جم که نفر اولین رو استفاده کرد، شما دیگه استفادهش نمیکردین. مال آهنگ کاپوچینو. هر کسی در موسیقی به دنبال هدفی است و اون هدف رو دنبال میکنه. من تو ویدیوی قبلی که راجع به آقای سعید شایسته ساختم یه حدسایی میزدم که هدفیشون از کار کردن موسیقی چیه، ولی تو این تیزر جدید قطعا مطمئن شدم که هدفیشون از ساخت آهنگ این هست که دوستان به جای اینکه بهش بگن آقای شایسته، بگن سعید جون. به من نگو آقای شایسته، به من نگو آقای شایسته، همون سعید جون بگی کن. بچه ها به من نگید آقای شایسته، سعید جون کافیه، باش بفرمایید. یعنی نمیدونم مخاطبان سعید شایسته مثلا اونجا نشستن منتظر آهنگ سعید شایسته بیاد، حالا به چه دردی میخوره این آهنگ؟ مثلا هدف آهنگ اینه که ایشونو سعید جون صدا کنی. بعد آهنگ بعدیش که یه آهنگی داشت فقط منو سعید جونم صدا کن، اون هدفش اون بود. این آهنگ جدیدش میخواد بیاد، چیه هدفش؟ منو به من بگو سعید جون. بابا تو رو خدا به ایشون بگین سعید جون اینقدر هزینه نکنه، میره بازیگر میاره، آهنگساز، ترانه سرا، بابا چه خبره؟ یعنی واقعا آقای سعید شایسته مخاطبی داره؟ من نمیدونم در موسیقی کسی هست که آهنگ ایشون رو گوش کنه بعد چیه مضمون آهنگ چیه؟ هیچی، فقط منو سعید جونم صدا کن. تیزر آهنگ جدیدش چی میگه؟ هیچ. بهشون بگو سعید جون، بابا بهش بگی سعید جون که ول کنه این مارکت لعنتی و ما خیالمون راحت بشه حداقل از بابت ایشون. والا این ملودی ها اینقدر تکراری شدن اصلا آدم نمیدونه چیکار کنه. یه ویدیو گذاشتم هفته قبل که زیر یه ماه میان کپی میزنن. الان میخواستم اون سمپلی که نیکیتا اینا استفاده کرده بودن نشون شما بدم، بعد آهنگ خانم ساتین رو گوش کردم دیدم چقدر ملودیاش یه رگه‌هایی از همون آهنگ کاپوچینو توشه. آهنگ کاپوچینو رو که گوش میدی یاد آهنگ تتلو میفتی. نمیدونم چه خبره تو این مارکت. اخی تو دارم و میچرخ دنیا به کامم، باشه بریم بالا که عقلم نمیاد به کارم. بعد خانم ساتین کسی به شما نگفته اینقدر تو دماغی نخون؟ والا زمانی که تازه میری کلاس خوانندگی و اینا مثلا کسایی که تازه کارن تو دماغی یه خورده تو دماغی میکنن. این حجم از تلاش برای تو دماغی خوندن واقعا باید ما زنگ بزنیم گینس بیان اسم شما رو تو رکورد تو دماغی ها ثبت کنن. همش تو دماغ اون لالوهای چند تا فرکانس صوتی میاد بیرون. به نظرم اگه تلاشت رو بذاری روی چیزهای دیگه به جای اینکه تمام تلاشت رو داری انجام میدی که صدا رو از تو دماغ بدی بیرون، شاید موفق بشی. یه دوتا تکنیک دیگر هم یاد گرفتی. اینجا همه خوبن و با فرد و کاری ندارن، هنوز نرفته. حالا تکس رپ اون بزرگوار چی میگه؟ گفتم کمش کن و کمش کرد. یا حضرت عباس برای این تکس 2 هفته است دارم به همین فکر میکنم. گفتم کمش کن و کمش کرد، ولی نه نور و صدا رو. خیلی خفم بود، خیلی منو تو فکر فرو. آخه نه چیه این؟ گفتم کمش کن و کمش کرد. بابا لاغل کش زیاد این حاتمی، بالا ما زمان خاتمی، چیه این؟ دریوری هم میخواییم بخونین درست بخونین. نمیگم آهنگ آقای سپی خلص دریوریه، ولی دریوری هم میخواییم بخونین دریوری درست حسابی بخونین. من واقعا دارم روانی میشم داخل مارکت، اصلا نمیدونم چی رو گوش بدم. آهنگو پلی میکن رادیو جواد یا آهنگ جدید از فلان، چی گوش میده؟ هیچی، تکرار مکررات. آهنگ خانم سحر رو گوش میدی از اون یکی تقلید کرده.
این آهنگ گوش میدید تقلید از اون یکیه، زیر یه ماه از اکسپند. چه خبره تو این مارکت؟ من نمیدونم، هیچی، هیچکی وجود نداره، نه تنظیم کننده وجود داره، نه آهنگساز وجود داره، نه ملودی ساز وجود داره. نمیدونم چرا ملت هم باید برن این رو گوش بدن. حالا بریم یه آهنگ تقریبا درست حسابی از آقای علی عبدالمالکی گوش بدیم، لااقل ترانش یه خورده جدیده، یعنی حرفای جدیدی زده، حرفای عاشقانه جدیدی. هاش وقتی کوتاهه آخه. خیلی مخلصم دوستان، سابسکرایب رو فراموش نکنید، بینم بالاخره ما 5000 تایی میشیم یا نمیشیم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.